ماهی شب عید خوردین، ماهی سفید پرتیق شب عید. نشستین دارین ماهیتون رو پاک میکنین و آماده میشین که استخونا رو از لای گوشتا بیرون بیارین و آماده خوردن بشین. جلوی تلویزیون هم نشستین با خانواده و تلویزیون داره صحنه هایی پخش میکنه از سیل که همه جای استانهای کشور رو گرفته. تاریخ 1 فروردین 1398. فضای مجازی پر از تصویر امدادگرا، مردمی که زیر آب رفتن، هلیکوپترها و کمک به سیل زده ها. همینجوری که داری ماهی تو آماده میکنی از خودت میپرسی چرا مملکت هر سال اینجوری سیل میبره؟ و بعدش میپرسی این کشور وزارت آبی، وزارت نیروی، یه مدیر قاطعی نداره که نذاره هر سال اینجوری سیل بیاد. تو همین فکرها هستی که یه دفعه یکی از اون استخونای ریز ماهی سفید که باقی مونده تو گلوت گیر میکنه و سرفت میگیره. بقیه میگن که خیلی مواظب باش و میگی خیلی مواظب بودم، این یه استخون رو ندیدم. تو همون موقع یه عده دیگه هم سوال داشتن. سوالشون این بود که چرا هر سال سیل میاد و مملکت رو سیل میبره؟ و رئیس جمهور برای 21 نفر از این آدم ها که محققای دانشگاهی بودن حکم زد که برید و بررسی کنید و بپرسید که چرا مدیریت سیل تو کشور خوب نیست. این آدم ها رفتن با 700 نفر کار کردن، 15 تا کارگروه تشکیل دادن و بعد از یه سال یه گزارش نوشتن و دادن به رئیس جمهور که 7600 صفحه است. وای! جواب سوال به اون سادگی که چرا هر سال آب مملکت رو میبره 7600 صفحه است؟ نمیشه که چند تا مدیر قاطع بیاریم تکلیف سیل رو مشخص کنن؟ نمیشد گوش چند نفر رو بپیچونیم؟ نمیشد دو سه تا از این مدیرای خطاکار رو از همین میدون آزادی از اون وسط بیاویزیم تا درس عبرت برای کسایی بشه که سیل خوب مدیریت نمی کنن؟ فکر میکنین این کارا طرفدار نداره؟ شما نشنیدین اون داستان غیر واقعی رو که رضا شاه نونوایی رو که تخلف کرده بود کرد تو تنور تا بقیه کار دستشون بیاد و همه چی راست و ریس بشه؟ این کارا خیلی طرفدار داره. اما واقعیت اینه که واقعیت سیل و هر مسئله پیچیده‌ای مثل سیل، مثل تورم، مثل فساد، مثل راه انداختن کسب و کارها نه از رضا شاه میترسه، نه از داغی نونوایی میترسه، نه از مسئول قاطع میترسه و نه از آدمهایی که میگن من بلدم، من میتونم. واقعیت در برابر تفکر پیچیده و یه نوع عملی که دربارش توضیح میدم ممکنه تسلیم بشه. بریم سراغ تفکر پیچیده. اون 700 نفر یادتون هست؟ اون 21 نفر محقق که رفتن 7600 صفحه گزارش دادن، اونها بعد از یک سال نشون دادن که مدیریت درست سیل تابع خیلی عوامله. شیوه مدیریت جنگل و مرتع، قوانین بیمه، ساختار بودجه ریزی، چگونگی اجرا کردن زیرساخت‌های کشور، فرهنگ و رسانه، اطلاع رسانی به مردم درباره سیل و درسایی که دانشجوها درباره سیل تو دانشگاه ها میخونن و شیوه ساختن شهرها و رعایت پهنه بندی رودخانه ها در حوزه سیلاب، اینا عوامل زیادی هستند که در بخش‌های مختلفی قرار گرفتن. بعضی از اینا تو حیطه محیط زیستن، بعضی‌هاشون تو حیطه شهرداری‌ها و شهرسازی‌ان، بعضی‌هاشون مربوط به شیوه ساختن ساختمان‌ها هستن و به مقررات ملی ساختمان ربط دارن، بعضی‌هاشون درباره چگونگی بودجه‌ریزی کردن تو این کشورن و چگونه بودجه‌ها رو تخصیص دادنن و چگونگی طراحی کردن سازه‌هایی هستن از قبیل جاده، فرودگاه، ریل. و بعضیاشون درباره اینن که آیا روزنامه های ما اصلا ژورنالیسم بحران دارن و بعضیاشون درباره ساختار سازمان مدیریت بحران کشورن.
اینا به عرصه های مختلف و به بخش های مختلف تعلق دارن و تازه این اول کاره، چون هر کدوم از این عرصه های صاحبی داره، یه متولی داره. بعضیاشون مربوط به وزارت کشورن، بعضیاشون مربوط به سازمان برنامه بودجه، بعضیاشون مربوط به محیط زیست، بعضیاشون مربوط به وزارت علوم و یه تعدادیشون مربوط به وزارت نیرو، راه و شهرسازی و حتی نیروهای مسلح. پس یه چیزی مثل سیل و مدیریت سیل که ظاهرش آبه و یه عالمه آدم هستن که یه عالمه راهکارهای آبکی هم تو جیبشون دارن، به دو تا کار مهم ربط داره. کار بین بخشی، یعنی کار بین بخش محیط زیست، بخش اقتصاد، بخش سیاست، بخش آب، بخش انرژی، بخش راه و ساختمان، و بعضی هاشون بین سازمانی هن، یعنی بین سازمان های مختلفی که به اینها ربط دارن. اگه شما کار بین بخشی نکنید و کار بین سازمانی نکنید، با هیچ رضا شاهی، با هیچ مدیر قاطعی، با هیچ نونوایی که تو تنور کنید، قادر نخواهید بود این مسئله رو حل کنید. اما این فقط اول کاره. بذارید یه مثال براتون بزنم. این چیزی که میبینین یه سده. این سد 20 سال پیش ساخته شد. وقتی که هنوز سد ساخته نشده بود، عرض رودخونه 500 متر بود و هر سال بارونایی که میومد یه سیل درست میکرد، یه سیلی که کل عرض این رودخونه رو پر میکرد. آدمایی که اطراف این رودخونه زندگی میکردن هر سال با همین سیلی که تو این 500 متر رودخونه میومد بهشون یادآوری میشد که رودخونه خطرناکه، بهش نزدیک نشید. رودخونه هر سال هشدار میداد. 20 سال پیش وقتی این سد ساخته شد، دیگه بارونایی که میبارید سیل درست نمی کرد. آب می اومد پشت این سد و جمع می شد و از دریچه های سد مقدار آب لازم بیرون می اومد که کلن 100 متر از اون 500 متر رودخونه رو پوشش می داد. 6-7 سال گذشت و مردمی که هر سال از کنار این رودخونه رد می شدن پرسیدن از خودشون که اینجا که 100 متر بیشتر آب نیست و زمین های ارزشمند اطراف رودخونه که ویو رودخونه رو هم داشت و میشد ویلاهای خوشگل ساخت، میشد تأسیسات را انداخت، میشد رستوران ساخت و تأسیسات گردشگری، یواش یواش شروع کردن. تو طول 400 کیلومتر رودخونه کنارش و در حریمش خونه های قشنگ 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 ساختن. 20 سال بعد رودخونه آبگذرش شده بود فقط 100 متر و یه سال مثل سال 98 یه بارونی اومد، بارون شدید، دیگه سد پر شد و سر ریز کرد. وقتی سر ریز کرد آب دیگه خیلی بیشتر از اون 100 متر رو پوشش میداد و همه اون خونه هایی که قشنگ قشنگ ساخته شده بودن رفتن زیر آب. چی شد که اینطوری شد؟ ما یه عاملی رو ندیدیم، زمان. تو طول 20 سال خونه ها یواش یواش ساخته شدن و به حریم رودخونه تجاوز شد. ما به جای حریم داری کردن حریم دری کرده بودیم. حریم رودخونه دریده شده بود و آب ما رو به یادمون آورد که نباید اونجا می ساختیم. ولی می دونین کافی بود موقعی که این 20 سال داشتن این خونه ها رو می ساختن، شهرداری به خونه هایی که اونجا ساخته می شد می گفت وقتی بهت مجوز میدم و پایان کار میدم و سند میدم که بری از شرکت بیمه یک گواهی بیمه بیاری که نشون بده تو خونه تو در برابر سیلاب بیمه کردی. و کافی بود شرکت بیمه به مالک می گفت من خونه ای رو که تو 100 متری رودخونه باشه 50 برابر هزینه بیمه شو بیشتر می گیرم تا خونه ای که در 500 متری رودخونه باشه. و برای اینکه این پهنه رو مشخص کنه کافی بود تا پهنه بندی سیلاب توسط مثلا وزارت نیرو انجام شده باشه تا معلوم باشه هر پهنه‌ای بیمه ساختمونی که توش ساخته میشه چقدره. این کار اگه انجام شده بود این همه خونه در حاشیه رودخونه ساخته نمیشد. اما میدونین انجام شدن همین یک کار که خونه های اضافی در حاشیه رودخونه ساخته نشه، یعنی باید شرکت های بیمه
وزارت نیرو، راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، وزارت کشور و وزارت کشاورزی با هم هماهنگ بشن. شاید میشد هر سال مقداری از آب سد رو به صورت یه سیل مصنوعی رها کنیم و ظرف چند روز به همه مثل طبیعت یادآوری کنیم که عرض رودخونه 500 متره، نزدیک نشید. اما این کارا نشد و در طول زمان نشد و در طول 20 سال نشد. سیل شیراز یادتون هست؟ یه دفعه مردمی که رفته بودن سفر در نوروز 98 توی دروازه قرآن آب بالا زد و شیرازی که سالها بود خشکسالی داشت با یه سیل وحشتناک و یه طغیان ده‌ها نفر از هموطنان ما جانشون رو از دست دادن. اما واقعیت اینه اون سیل که تو اون لحظه نیومده بود، اون سیل بیش از 2 دهه قبل وقتی که شما داشتین آبگذر دروازه قرآن رو طراحی می‌کردید، وقتی یه آبگذر نامناسب طراحی می‌کردید راه افتاده بود. راستش شما تاریخ رو فراموش می‌کنید، اما تاریخ هیچ وقت شما رو فراموش نمی‌کنه. تاریخ فراموش نکرده بود که شما 20 سال پیش 30 سال پیش یه آبگذری طراحی کرده بودید که برای گذر یک آب زیاد مناسب نبود. اون آبگذر و تاریخ نشستن انتظار کشیدن تا یه لحظه‌ای رسید که آب عبور نکرد و ماشین‌ها کوه شدن سر هم دیگه و ده‌ها انسان مردن. زمان رو که در نظر نگیرید، بین بخشی که کار نکنید، بین سازمانی که کار نکنید، یه روزی از یه جایی چنان می‌خورید که نمیدونید از کجا خوردید. من به این تاریخ انباشت شده یه کارهای ریزه ریزه انجام نشده میگم تاریخ نقص. نقص کوچیک تو کشاورزی، تو شخم زدن زمین‌ها، نقص کوچیک تو قوانین بیمه، نقص کوچیک تو ساختار قواعد ساختن ساختمون‌ها، نقص کوچیک تو طراحی ریل راهن، نقص کوچیک توی بودجه ریزی، نقص کوچیک توی درسایی که تو مدرسه و توی دانشگاه داده میشه. من به اینا میگم تاریخ نقص. بذارین یه چیز دیگه بگم. تاریخ ریزه ریزه، مثل همون استخون ریزه های ماهی سفیدی که شب عید تو گلوت گیر کرد. تاریخ ریزه ریزه یه روزی سرت آوار میشه و میریزه و اون موقع است که مثل سیل شیراز ده ها کشته میمونه رو دست کشور و ده ها هزار میلیارد تومان خسارت. تاریخ هیچ وقت ما رو فراموش نمی کنه. پس تفکر پیچیده بین سازمانی کار کردن، بین بخشی کار کردن و زمان رو در نظر گرفتن و ریزه ریزه مسائل رو حل کردن و من بهش میگم موفقیت های کوچک. شما روی تصویر یه کوسه میبینید. اون ماهی سفید شب عید که استخون ریزه ها رو داشت تو کار مملکت داری و حکومت داری میشه یه کوسه سفید بزرگ. استخونای این کوسه مثل استخونای همون ماهی سفید، استخون درشتاش عرصه هاست و استخون ریزا همون کار کوچولوها که باید انجام داد. تو بیمه باید یه سری کارهای کوچولو انجام بدین، تو مقررات ساختمان باید یه سری کارهای کوچولو انجام بدین. وقتی میگم کوچولو، نه کوچولو مثل یه لیوان آب خوردن، کوچولو در مقیاس کشورداری. و وقتی همه این کار کوچیک 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 کارو انجام بدین، یواش یواش به قابلیتی میرسین که با پاک کردن استخونای ماهی سفید میرسین، یعنی میتونید ماهیتون رو میل کنید. اما اگه یادتون بره یه دونه استخون باقی بمونه ممکنه خفتون کنه. موفقیت های کوچک اگر نداشته باشید و اگه دنبال این باشین معجزه کنین و فکر کنین ماهی سفید شب عید رو میشه از یه جایی دست دمش گرفت و کشید و استخوناشو پاک کرد، حتما خفه میشید. ماهی رو اینجوری پاک نمی کنن. ماهی رو دونه دونه دست میزنن، پاک میکنن و وقت میذارن تا آماده بشه. فقط یه نکته رو یادتون باشه.
مسائلی هست که دهه هاست مزمن شده. مدیریت سیل، تورم، فساد، ناکارآمدی، آلودگی هوا. اینا همشون پیچیدن. به اندازه سیلاب و شاید بیشتر. اونایی که میان به شما میگن که من میتونم، من میدونم و این بیورزه ها نمیتونن یا اون بیورزه ها نتونستن، احتمالاً چیز زیادی از پیچیدگی نمیدونن، از کار بین سازمانی چیزی نمیفهمن، از امر بین بخشی هم سردر نمیارن و خیلی محتمله کلاهبردار باشن. هر کسی که گفت من میتونم، ازش بپرسید چگونه؟ و اگه نتونست براتون توضیح بده که پیچیدگی واقعیت چگونه است، یا فکر کرد میتونه یه نونوا تو تنور بکنه و بقیه کار دستشون بیاد، یا گوشه یکی رو بپیچونه و مسئله حل کنه، ممکنه سرتون کلاه بذاره. ذهنهای ساده اندیش فاجعه به بار میارن. اگه نمیتونی خودت پیچیده فکر کنی، اگه خودت نمیتونی بین سازمانی فکر کنی، اگه خودت نمیتونی بین بخشی فکر کنی، مانع بقیه نشو. حتما سر سفره شب عید اگه خودت حال و حوصله نداری وقت بذاری ماهی تو پاک کنی، اقلا بغل دستیات یا برادرت یا خواهرت که نشسته و با حوصله داره استخونهای ماهیشو پاک میکنه رو مسخره نکن. بذار کارشو درست انجام بده.